تونس روز یک شنبه به انتخابات ریاست جمهوری می‌پردازد، اما این رویداد در سایه سرکوب گسترده مخالفان و نقض حقوق بشر برگزار می‌شود. رئیس جمهور قیس سعید که منتقدانش در زندان به سر می‌برند، به آسانی به پیروزی نزدیک به نظر می‌رسد، در حالی که تنها 11% از رأی دهندگان در انتخابات محلی دسامبر گذشته شرکت کردند. این شرایط نشان دهنده عقب‌گرد جدی دموکراسی در کشوری است که به عنوان زادگاه بهار عربی شناخته می‌شود و نگرانی‌ها از انزوای بیشتر تونس را افزایش می‌دهد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. تونس روز یکشنبه در شرایطی به انتخابات ریاست جمهوری می‌پردازد که فضای سیاسی به شدت سرکوبگرانه شده و انتقادات به رئیس جمهور فعلی قیس سعید در حاشیه قرار گرفته است. در حالی که منتقدان اصلی او در زندان به سر می‌برند، انتظار می‌رود سعید با کمترین چالش به پیروزی دست یابد. این وضعیت نشاندهنده عقب‌گرد جدی برای کشوری است که به عنوان زادگاه بهار عربی 2011 شناخته می شود. تنها 11% از 9 میلیون رای دهنده در انتخابات محلی دسامبر گذشته شرکت کردند و به همین نسبت حضور رای دهندگان در این انتخابات نیز نشاندهنده نارضایتی از ریاست جمهوری سعید خواهد بود. او از زمان به قدرت رسیدن در 2019 به تدریج نهادهای کشور را تحت کنترل خود درآورده و در سال گذشته با سرکوب مهاجران غیرمستند انتقادات جهانی را برانگیخته است. مهاجران غیرمستند به افرادی اطلاق می شود که بدون مجوز قانونی یا ویزا به یک کشور وارد شده یا در آن کشور اقامت دارند. این افراد ممکن است به دلایل مختلفی از جمله جستجوی امنیت، فرار از جنگ، فقر یا نقض حقوق بشر به دنبال یک زندگی بهتر باشند. در بسیاری از کشورها این مهاجران ممکن است با چالش‌های نظیر بازداشت، دیپورت و نداشتن دسترسی به خدمات اجتماعی و حقوق قانونی مواجه شوند. کمیسیون مستقل انتخابات تونس فهرست اولیه 17 نامزد را به 3 نفر تقلیل داد و این در حالی است که آیشی زامل، یکی از نامزدها، به دلیل جعل اسناد به زندان افتاده است. این سرکوب‌ها و تغییرات قانونی به شدت بر فرایند دموکراتیک تأثیر گذاشته و نگرانی‌ها از عقب‌گرد دموکراسی در تونس را افزایش داده است. در کنار این مسائل، مشکلات اقتصادی مانند افزایش بیکاری و تورم دورقمی نیز بر تنش‌های اجتماعی افزوده است. تحلیلگران معتقدند که ادامه این روند خطر انزوای بیشتر تونس از مسیر دموکراسی را به همراه خواهد داشت. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران همراه ما هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای جوادی، به بهانه انتخابات امروز تونس، کشوری که بهار عربی از آن آغاز شد، بفرمایید آیا بهار عربی توانست فساد و دیکتاتوری را از بین ببرد و یا پس از آن شاهد بازتولید و حتی تشدید این مشکلات در کشورهای عربی بوده ایم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما جناب آقای محمدی و بینندگان عزیز و همکاران محترم این بخش خبری. همونطور که تو گزارش همکاران هم دیدیم، با اشاره به مشارکت حداقلی انتخابات تونس، باید عرض کنم که این نتیجه همون قیامیه که معروف به انقلاب یاس تونس شد که در مستعصری در انتهای سال 2010 با یه مقاومت مدنی و کارزار فشرده 28 روزه در 14 ژانویه 2001 به سقوط زین العابدین بن علی منجر شد که 21 سال حکومت و دیکتاتوری داشتن. این حرکت شروع سلسله قیام‌هایی با مدیریت دولت‌های خارجی به نام بهار عربی معروف شد که با گسترش به کشورهایی مثل مصر و لیبی و سوریه که در سوریه مقدمه جنگ‌های داعش شد، در که
این حرکت ها رو توضیح خواهم داد. اما در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس موفقیتی به دست نیاورد. شاید بتوان از دلایل آن رفاه نسبی و مواردی از قبیل افزایش کمک های نقدی دولت و یارانه ها و سیاست استقرار پایه های قوی حکومت دونست. اما در کشورهایی مثل تونس و لیبی و مصر و امثال اونها به دلیل شدت فقر و بیکاری و تبعیض و استقرار نظام فاسد و مستبد و مراتب بدتر بود، که مثلا در لیبی مردم افسوس خدمات و یارانه‌های زمان غزاسی رو می‌خورند. نکته مهم اینه که اکثر کشورهای عربی که نظام پادشاهی و مستقر داشتن، بهار عربی مثمر ثمر نشد. اما کشورهای عربی دارای نظام به ظاهر دموکراتیزه و دارای انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات ها، عرض کردم به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی و عدم استقرار مقدمات اولیه نظام دموکراتیک یا مردم سالار و عدم وجود سیستم مدیریت و اقتصاد سالم، موجب عدم توسعه کسب و کار و عدم رونق اقتصادی شد و شروع جنگ ها و کشتارهای داخلی رو به دنبال داشت. بله. و شاید به دلایلی که عرض کردم و خب نمونش هم در تونس الان میبینیم با مشارکت حد اقلی 11%، شاید بهار عربی رو در برخی از این کشورها که از این قبیل هستن بشه به خزان عربی با نتایج تقریبا هیچ و یا اینکه دیکتاتوری تشدید شده که منجر به کشتار مردم و بیگناهان و اتلاف وقت و سرمایه ملی شد دونست. بله. و شاید هم موجب پشیمانی مردم از این بهار عربی باشه. بله. امیدوارم که منظور رو بتونم رسونده باشم خدمت. ممنونم از شما. ده. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران. We'll be right back.